در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، با توجه به انتقادهای اخیر نسبت به ناتوانی سازمان ملل در پایان دادن به جنگ ها، به نظر شما آیا ساختار این نهاد نیاز به اصلاحات اساسی دارد یا مشکل اصلی در رفتار قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت نهفته است؟ بله، ابتدا این توضیح رو بدم که از نگاه بسیاری از صاحب نظران در انتقاد از سازمان ملل متحد این تعبیر رو استفاده میکنن که تو گویی سازمان ملل متحد با این هزینه، با این خرج، با این ابعادی که داره شده از مانند یک آتش نشان که منتظر می ایستد آتشی در بگیرد، تازه میره برای اینکه خاموشش کنه. حالا در با این قصد خاموش کردن می رود، آیا می تواند آیا نمی تواند بحث دیگریه. در حالی که بر اساس متن مصرح در منشور سازمان ملل متحد، تأمین صلح و امنیت بین المللی دو عنصر اساسی از وظایف سازمان ملل متحد هستش که این دو رو تأمین و ایجاد بکنه، صلح و امنیت بین الملل. الان شما نگاه کنید که در طول عمر سازمان ملل متحد چه جنگ هایی دریافت، این سازمان اصلا نتوانسته بود جلوگیری بکنه. الان همین الان هم که ما دو تا بحران بزرگ رو داریم، برای دو سال نیم در اوکراین جنگ شده، حدود یک سال در غزه و تحولات منطقه خاورمیانه هست، سازمان ملل چی کار کرده جز اینکه آقای گوترش آمده و را به را اظهار ناخرسندی و اظهار نگرانی کرده؟ پس بنابراین سازمان ملل دچار ضعف‌ها و مشکلات بسیار زیادی است. اما اینکه این مشکلات به کجا برمیگرده، آیا به ساختار سازمان ملل متحد برمیگرده یا نقش کشورهای بزرگ، در واقع هر دو درست هستش، به دلیل اینکه همون منشور سازمان ملل متحد هستش که پنج کشور رو متمایز از کشورهای دیگه کرده، دارای حق وتو کرده و این کشورها بر اساس منافع خودشون، اونجایی که منفعت خودشون هست، نه اینکه منفعت جامعه جهانی که جنگی در نگیرد یا صلحی برقرار شود، میان و از قدرت وتو خودشون استفاده میکنن. مثلا در مورد امریکا و اسرائیل میدونیم نزدیک به 50 قطعنامه بوده است که توسط امریکا وتو شده است. 50 قطعنامه وتو شدن عدد کمی نیست که کار رسیده است به شورای امنیت، چون یه پرونده ای خیلی به سختی میره وارد به شورای امنیت میرسه. حالا به شورای امنیت برسه، نه یک بار نه دو بار 50 بار قطعنامه وتو شده باشد، اونم توسط کشور امریکا. بله، البته اقداماتی هم انجام شده در اینکه قدرت مجمع عمومی رو نسبت به شورای امنیت اضافه کنن و یه مقدار الان مجمع عمومی فعالیت‌های بیشتری داره، ولی مسئله این هستش که تصمیمات و قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیست، برخلاف شورای امنیت که الزام‌آور هستش. به هر حال صحبت رو کوتاه کنم، میخوام بگم که مسئله این که سازمان ملل بتوانه نقش خودش رو ایفا بکنه، هر چقدر که از جنگ جهانی دوم که این سازمان تأسیس شد، بعد از جنگ جهانی دوم هر چقدر جلوتر رفتیم، این نهاد ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شده. الان هم بهش امیدی نیست، ولی مسئله این هستش که اگر بخوایم سازمان ملل رو کنار بگذاریم، به چه سازمان دیگری، به چه ابزار دیگری، چه مکانیزم دیگری در دسترس ما هست که بتوانیم مشکلات جهانی رو حلش بکنیم؟ راه حلی وجود نداره مگر اینکه به تقویت سازی همین سازمان ملل متحد بپردازیم، که خودش بحث بسیار طولانی داره که حالا من در اینجا بهش نمیپردازم. بله. در حال برمیگردم به صحبت اولم که سازمان ملل تو گویی شده مانند یک آتش نشانی که آتشی افروخته میشود، این تازه بودو بودو میره که بلکه اون رو خاموش کنه. میتواند یا نمیتواند، اتفاقا در همین هم بسیار ضعف داره و بسیار از آتش ها رو نمیتواند خاموش کنه. بله. بنابراین بسیار از وظیفه ذاتی خودش عقب مونده است. از شما سپاسگزارم، دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.